درود بر شما. یکم آذر ماه 1398 خورشیدی و 22 نوامبر 2019 میلادی. برنامه ویژه امشب صفحه آخر درباره اعتراض‌های هفته گذشته است و دلایل و انگیزه های این اعتراض‌ها در این چند روز. پرده آخرم خواهیم داشت در همین برنامه، هم آخر برنامه. هممون میدونیم، حکومت هم میدونه، مردم از نداری و تحقیر به جان آمدن. بهانه این بار بنزین شد. خبرگزاری فارس مال سپاه پاسداران، دوشنبه 27 آبان 98، از میان 1080 شهر و شهرستان کشور اعتراضات و تجمعات کوچک و بزرگ در 100 نقطه کشور صورت گرفته. حجم خشونت و میزان تخریب آشوبگران نسبت به تجمعات دیماه 96 گسترده تر و مخرب تر بوده و در نتیجه آسیب های جانی و مالی در مقایسه با آن افزایش داشته است. در استانهای خوزستان، تهران بزرگ، فارس و کرمان بیشترین آسیب به اموال عمومی زده شده. حالا صحبت میکنیم درباره این آسیب به اموال عمومی و این داستانها و آشوبگران و اینا. این میبینین دیگه روی این نقشه که تمرکز در تهران، استان مرکزی، خوزستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی است. مشهد و سیرجان و زاهدان و بندرعباس و یزد و شهرهای دیگه‌ای که اعتراض‌ها گسترده بوده و آتش سوزی و خونریزی شده، بخش زیادی از مناطق مرکزی و شرقی کشورم که تو نقشه دارین میبینین کبیره. بنابراین طبیعی است که میبینیم تمرکز استانی اعتراض‌ها در استان‌هایی است که عرض کردم و البته در خوزستان و کردستان به طور عمده ممکنه عقب نشینی کرده باشه، ولی خبرهای کم و بیش جسته و گریخته که میرسد این است که همچنان در بعضی مناطق به طور کامل عقب نشینی نکرده اعتراض‌ها. تعداد کشته ها متناسب با همین تمرکز جمعیتی است. این آماری است که عفو بین الملل 3-4 روز پیش منتشر کرد. با توجه به قطع شدن اینترنت و دشواری ارتباط تلفنی با بعضی مناطق ایران، قطعا دقیق نیست، بی اطلاعیم از آمار دقیق کشته ها و زخمی ها. بی تردید با توجه به تیراندازی های مستقیم مزدوران حکومت به مردم در بعضی از شهرها، آمار کشته ها و زخمی ها بسیار بیش از آن چه است که تا به حال اعلام شده. زخمی ها مثلا یکی از آمارهایی که اعلام کردن گفتن 700 و چند نفر. وقتی در نظر بگیریم که بیش از 100 شهر به گفته خود حضرات درگیر اعتراض ها بودن، 750 نفر، 1500 نفر میگن، 3500 نفر میگن، اینا همه بر اساس ارزیابی از خبرهایی است که شاید 5% هم به خارج از کشور به ویژه منتقل نشده، منتشر نشده، هیچ کدوم روشن و دقیق نیست. آنچه روشن و دقیق است این است که این چند هزار نفر، این اصلا بحث ما، این چند هزار نفر در مجموع کشته و زخمی، اینا اشرار نیستن. مردم به جان آمدن که تعدادشون در خیزش بعدی قطعا بیشتر خواهد بود و از همین الان روشنه که هزینه ای هم که خواهند داد بیشتر از این بار خواهد بود. این سیکل اعتراضات مردم، شما اگر توجه بکنید میبینین که همچنان که پیش آمده، از حتی 88 در نظر بگیرین به این طرف و بعد 96 و بعد همین هفته گذشته، این سیکل دو ویژگی کاملا روشن داشته. یک، جهتگیری ضد نظام جمهوری اسلامی درش بیشتر شده، به ویژه درش فوران خشم و خشونت بیشتر شده. و خب وقتی هیچ دیکتاتوری شرم نمی کنه از حفظ قدرت و چگونگی حفظ قدرت، مردم زندگی آزاد و رفاه میخوان که 40 سال گذشته نشون دادین شما که از شما ساخته نیست. پس یا با خیزش مردم سرنگون میشین یا با حمله نظامی خارجی مثل فاشیسم قرن 20 یا همزمان با هر دو. قطعی است که شما دست بردار نیستین. ولی تو همین دو سه روز پیش دیدیم که این واقعیت روشنه که همین مردم اگه فریادی بزنن شما به تردید میفتی.
من دیگه مؤدبانه عرض میکنم، نمیگم دنبال موش و سوراخ و فلان و اینا رو نمیگم، شما به تردید میفتین. همین هفته درست همون گربه رخصونی رو دیدیم از خامنه‌ای که درباره برجام دیده بودیم. برجامو از اول خودش تصمیم گرفت، هیئت مذاکره کننده رو خودش هدایت کرد، گزارش ها منظم دستش میرسید و خودش منظم ملاقات داشت و میدونیم دیگه اینا رو، حالا من بارا گفتم. و خودش گفت که همه باید از تلاش های دولت در برجام حمایت کنن. وقتی برجام شکست خورد گفت من از اولم موافق برجام نبودم. حالا یک شنبه صبح که قرار بود چند ساعت بعدش، یکی دو ساعت بعدش شاید، قرار بود که مجلس جلسه بذاره قیمت افزایش یافته یوهویی بنزین رو بمالونه، آقا امام خامنه ای میاد صحبت میکنه که یک شنبه صبح، زمانی که همچنان به انگیزه سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین، نارضایتی های مشتعل شده از بالا رفتن قیمت بنزین کف خیابون ادامه داره، آقا ننه من غریبم بازی در میاره. ببینید بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلفه، بعضی اون رو لازم و واجب میتونن، بعضی ها مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا، گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم، من این رو گفتم، حمایتم میکنم. خامنه ای میگه حمایت میکنم، فقط سر رشته ندارم، جسم علیلی دارم. چرا این حرفو میزنم؟ چرا؟ تا بتونه مثل موضوع برجام با افکار عمومی و مخصوصا ساده لوحان همچنان طرفدارش بازی کنه. هیچ کس دور و ور این رهبر معظم جرأت نمیکنه بگه تو غیر از این که تصمیم سران سه قوت رو برای سه برابر کردن ناگهانی قیمت بنزین تصویب کردی و تأیید کردی، جلو مجلس هم گرفتی که با سه فوریت میخواست روز یک شنبه جلسه بذاره نرخ بنزین رو برگردونه به سابق، شاید نارامی ها کاهش پیدا کنه، تو دستور دادی که مجلس بیخاصیت جلسه نذاره. اینجوری که نمیشه فقط نقش حمایتی بگیری تا از مسئولیت شونه خالی کنی، مثلا مسئول اصلی خودتی. بعد گربه رخصونی که میگم یعنی این، سخنرانی اول تو با احتیاط میکنی، هدفت هم این است که مجلس یه وقت تصمیمی رو که تو گرفتی به پرسش نگیره و لغو نکنه، و همزمان سعی کردی از خودت سلب مسئولیت کنی و فقط نقش حمایتی مثلا بگیری. وقتی نیروی سرکوب بر بیشتر شهرها چیره شد تو دو سه روز بعدش، تو هم دوباره شدی متخصص اقتصاد و دارایی و همه کاره، یعنی رهبر پیشوای مملکت در همه امور، و مثلا کارآفرینان مملکت رو دعوت کردی که به اونا و به دولت رسم تولید و مصرف و واردات و صادرات رو یاد بدی. اولین مطلبی که من اصرار دارم که دستگاه‌های حکومتی به جد دنبالش باشن مسئله بهبود فضای کسب و کاره. همه این چیزایی که این آقایون گفتن ناشی از عدم بهبود فضای کسب و کار، قوانین مزاحم، مقررات مزاحم، عملکرد غلط، احیانا نه از روی غرض ورزی، یه جاهایی هم ممکن از روی غرض ورزی باشه. از روی غرض ورزی آخرای عمرشون واقعا میگن همه دیکتاتورها دیوانه میشن. میگه قوانین غلط یه جاهایی شاید از غرض ورزی باشه. این که میگه من متخصص نبودم و داره این حرف رو میزن. غرض ورزی یعنی هر نماینده مجلس و عضو شورای نگهبان و عضو مجرای تشخیصش فردا ممکنه یقش گرفته بشه که عمدن سعی کرده مغرضانه قانونی برای محدود کردن فضای کسب و کار طرح و تصویب بکنه، یا فلان وزیرش همینطور. عمدن یعنی چی؟ یعنی آگاهانه خیانت کرده به کشور و به نظام مقدس، جرمش مسجل، مجازاتش معلوم. بعدم میاد میگه مردمی که اعتراض کردن اشرار این مملکت. این یکی دو روز
خب یک حوادثی به دنبال مصوبه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد، از این کارا هم شد در این یکی دو روزه. لکن آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره. هیچ کس به این اشرار کمک نکنه، هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقه‌منده، به زندگی راحت خودش علاقه‌منده، به اینا نباید کمک بکنه. اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست. خیلی زندگی راحتی دارن مردم. خامنه‌ای میگه آتش زدن بانک و غیره کار مردم نیست، کار اشراره. بذاری من قبل از اینکه این نکته رو ادامه بدم، یه ویژگی دیگه این اعتراض های عرض کردم فورانی، شورشی و بچه هایی که میرفتن آتش میزدن بانک و نمیتونم دفتر امام جمعه، ببینین کجاها رو آتش زدن اینایی که اومدن تو خیابون، اگه دستشون رسیده بانک آتش زدن. چرا دو مرکز مهم و اینا بهش حمله کردن؟ یک بانک، مرکز به روز سیاه نشوندن مردم، بانک ها و مؤسسات مالی، دیگه همه رو میدونیم، من بارها گفتم، بایتون خیلی بهترم هم میدونیم، یکی بانک، یکی دفاتر امام جمعه ها، یعنی نمایندگان همین رهبر معظم ولی فقیه در استانشون، در شهرشون. چرا نرفتن مثلا وزارت، چه میدونم، مثلا اداره کشاورزی شهر، اداره دارایی شهر حتی؟ چرا نرفتن اداره آموزش پرورش مثلا با هم بریزن؟ چرا این کار رو نکردن؟ خیلی مهمه این دو نمادی که سمت خشونت اعتراضهای مردمی در یک هفته گذشته مورد حمله قرار گرفته، بهش حمله شده، حمله کرده. حالا باری اینو داشته باشین. این که میگه این کار اشرار، کسایی که به بانک و اینا حمله کردن و اصولا خشونت طلبی به قول آقایون، این هم از اون حرفاست که ورد زبون مسئولان حکومت یه مزدور بیجیر مواجه بشه داخل و خارج از کشور که به اسم مبارزه بدون خشونت تسلیم مردم به بدبختی و وضعیت موجود رو میخوان. مگه میشه به مردم عصبانی که ریختن خیابون رو دارن فریاد میزنن و کتک میخورن و کشته بشن بگی یه وقت سنگ نزنی به دفتر امام جمعه؟ این خشونت، بی خشونت مبارزه کن، خشونت نبده. این جوونا ریختن تو خیابون تو 100 تا شهر به قول خودتون، چون هیچ سری ندارن که با ناله سودا کنن، هیچ امیدی به آیندهشون ندارن. اینا دنبال شر میگردن که بهشون میگی اشرار. سپیده قولیان، این دختر کم سن کوچک جسته آرمانخواه، این جزو اشراره؟ سپیده قولیان از آذر 97 چند بار گرفتن و شکنجه کردن، آخرش 19 سال زندان بهش دادن به دلیل حمایت از کارگرای هفت‌تپه. آخرین بارم همین 4 آبان به طور موقت به قید وثیقه آزاد شد، بعد 26 آبان تو تظاهرات که دیدین باز گرفتنش و افتاد زندان. چه کرده این دختر؟ فقط واسطه شعار داده، بانک آتیش زده، اسلحه کشیده روتون. آخه آقای ولی امر مسلمین جهان که باید با تقواترین باشی و اینا، این دختر و امثال او که در تظاهرات
کنارش بودن، داشتن باها شعار میدن، اینا اشرارن؟ اینا اشرارن یا شما ها اشراری؟ که هر جا دستتون میرسه باتومتون بالاست، اسلحتون رو دسته و قلب هر کسی رو بخوای نشانه میگیرین. زندوناتون هم که روشنه، بازجواتون هم که روشنه. شما اشرارین یا اینا؟ رئیس جمهورت هم که همزمان با تو میاد میگه اعتراض حق همه است با اون حق بازی مرسومش. اعتراض حق همه مردمه، میتونن اعتراض کنن، میتونن حتی نسبت به دولت بیانی هم اگه داشته باشن تندم باشه ما به جان میخریم. گیرم قبول داری که میشه اعتراض کرد، حق همه است به قول ایشون، اونم اعتراض دست جمعی. اصلا در ایران کشتار معترضان دست خالی، راه پیمایان در سکوت، سال 88 هایتونه دیگه، هیچ وقت اینا اتفاق نیفتاده. ندا آقا سلطانی نمرده، بقیه کشته نشدن، نمیدونم. میگه اعتراض آزاده، اما اونطوری که ما میخوایم اعتراض بکنیم. بیاین خیابون عکس امام زنده و مرده رو دستتون بگیرین، مرگ بر این و اون بگین و ما جلوتون رو نمیگیریم، تشویقتون هم میکنیم، اعتراض کنین. اینجوری به کیا؟ ولی مثلا تو اعتراض به گرون شدن قیمت بنزین، اگه ماشیناتون رو وسط خیابون خاموش کنین راه بندون بشه، ما سرکوبتون میکنیم. اما اجازه ناامنی در جامعه نباید بدیم. خودرو در اختیار من هست که استفاده کنم، نه اینکه بیام رابندون درست کنم. اگر آمدم رابندون درست کردم، خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم، هم خودرو مشخص میشه، هم پلاکش مشخص میشه، هم رانندهش مشخص میشه. اینم رئیس جمهور امنیتیه که واقعا شرم نمیکنه که این حرفا رو به مردم میزنه. و بعد شیوه اعتراض و اگه قرار بود حاکمان تعیین کنن، که هیچ جای در هیچ کشوری محکومان قادر به اعتراض نبودن، هیچ جای جهان اعتراض و مبارزه‌ای وجود نداشت. به هیچ عنوان دولت اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ کس نخواهد داد. اما اعتراض حق همه مردم هست، میتونن اعتراض کنن، میتونن صحبت کنن، میتونن نقد کنن. پس نتیجه یه عده معترض و اغتشاشگر و آشوبگر اومدن تو خیابون و راهبندون درست کردن که اصلا این قابل تحمل نیست برای نظام مقدس. یه عده معترض و اغتشاشگر هم بانک آتیش زدن و دفتر امام جمعه آتیش زدن و تمثال مبارک رهبر معظم آتیش زدن و اینا هم که عددی نیستن. تازه اینا فقط معترض و اغتشاشگرن، مردم که اینا نیستن. که مردم در هیچ شهری و در هیچ جمعیتی به اخلالگرها و توطئه‌گرها و تخریبگرها نپیوستن. اونا همون تعداد کمی که بودن، همون تعداد کم موندن. حالا یه خسارتهایی رو به وجود آوردن، اما مردم با هوشیاری برخورد کردن. من خودم فیلم‌های بسیاری از این موارد رو دیدم و مشاهده کردم. عدد اینا معلومه چند نفره، تعدادشون اونایی که تخریب میکنن چند نفرن، عددی نیست. نمیدونم این فیلم‌هایی که میگه با عینک دودی دیده، اونجوری که میره تو خیابون میگفت با عینک دودی میرم تو خیابون میبینم مردم، عددی نیستن مردم. همون خس و خاشاکیست که احمدی نژاد سال 88 میگفت به میلیون ها آدم تو خیابون. حالا عددی نیست. اگه عددی نیستن چرا اینترنت رو بستین؟ برای عددی نیستن اینترنت رو شما بستین؟ در کجای جهان موقع اعتراضات مردم اینترنت رو قطع میکنن؟ غیر از کره شمالی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اخیرا هم عراق که قطع کردن موقت اینترنت رو، که نسخه سپاه پاسداران بود به اونا. اگه مردم معترض عددی نیستن، چرا با تحمیل روزانه
61 میلیون دلار به کشور اینترنت رو قطع کردی تا خبر و صدای اعتراض این صد شهر عددی نیستن به جایی نرسه. شرکتی که به دسترسی به اینترنت در سراسر جهان نظارت می‌کند، سه‌شنبه شب 28 آبان به وقت واشنگتن در پاسخ به بخش فارسی صدای آمریکا درباره پیامد اقتصادی قطعی اینترنت در ایران اعلام کرد که طبق محاسبه این مؤسسه هر روز اختلال در اینترنت در کنار اعمال فیلترینگ حدود 61 میلیون دلار هزینه روی دست اقتصاد ایران می‌گذارد. مهم نیست، مهم اینه که معیشت مردم اولویت نیست، به قول آقا امنیت اولویته. از گرسنگی بمیرن مردم، باید ما بتونیم سرکوبشون امنیت خودمون حفظ کنیم. این اولویت بندی فقط خاص نظام فاشیستی. ولی چی شد که انگیزه یا عامل این اعتراض‌های شورشی مردم گرانی بنزین شد که در طرح هدفمندی یارانه هاست؟ طرحی که زمان احمدی نژاد شروع شد و نتیجه شد گسترش فقر در جامعه. 13 تیر 93 از خودشون میخونم براتون. وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی ضمن بررسی نتایج اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها اعلام کرد که پس از اجرای این قانون قدرت اقتصادی خانوارهای کشور 25% کاهش یافت. با وجود که امتحانشو پس داده این طرح در زمان احمدی نژاد و آمار خودشون میگه باعث شد که قدرت خرید مردم 1/4 کمتر بشه، چرا باز ادامش دادن و حالا به قیمت 3 برابر کردن قیمت بنزین و صدها کشته و زخمی باز دارن ادامش میدن؟ چرا؟ ارزیابی حکومت و کارشناسان حکومتی میگوید که یک دلیل مهمش این است که مردم دیگه نمیتونن از یارانه صرف نظر کنن. کشور 80 میلیونی که نزدیک 60 میلیون نفر زیر خط فقرن، اگر این 60 میلیون نفر کمک دولتی دریافت نکنن مشکل بتونن زندگیشون رو جمع و جور کنن. همین 50,000 تومان اگه نگیرن، هر فردی در خانواده نگیره، مشکل بتونن جمع جور کنن. ببینید سال 92 هممون دیدیم بارها که روحانی سر مردم عادی رو شیره مالید. فریب مردم عادی هیچ وقت سخت نیست، مخصوصا برای سیاستمدارا و مخصوصا برای آخوندا که شغلشون همین فریب کاری. فریب لایه‌های از جامعه که نقش مهمی در هدایت افکار عمومی هم دارن روش و مثلا جزء فرهیختگان هنرمندان به حساب میان روش، اون باید سخت باشه. ولی تو ایران مثل که فریب و دروغ رایج‌ترین کالاست متأسفانه. همه دست به دست هم دادن تا روحانی بشه رئیس جمهور، از رهبر یعنی تا همه برن رأی بدن. به هر حال رئیس جمهور رهبر بود دیگه، همه برن رأی بدن، از رهبر معظم گرفته تا شورای نگهبانش تا مجلسش تا سلبریتی‌های سینمایی و سیمایی حکومتیش که حالا یه موقعی با این سلبریتی‌ها کار خواهیم داشت در برنامه یک یک. روحانی سال 92 گفت یارانه، هممون شنیدیم دیگه، گفت آدم مشاعر شاید دست میده واقعا درباره این آخونده حرف که میزنه، آخوندهای حاکم. گفت یارانه یعنی صدقه، صدقه رو به فقیر و بینوا میدن، ما نمیخواهیم به مردم صدقه بدهیم. دولت تدبیر امید دنبال این هست که اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45 هزار تومان خودشون نیاز نداشته باشن، زندگی خوب داشته باشن، همه افراد شاغل باشن در خونه، در خانواده، با افتخار. صدقه گرفتن افتخار نیست، صدقه دادن افتخاره.
ما اگر زندگی مردم خوب کنیم، مردم با افتخار مالیات به دولت میدن، نیاز ندارن دست به سوی دولت دراز کنن. من میخوام کاری کنم دولت به سوی مردم دست دراز کنه، نه اینکه ملت بزرگ و عزیز ما به سمت دولت دست دراز کنه. حالا بعد از 6 سال و نیم افتخارش اینه که 18 میلیون خانوار، یعنی 60 میلیون نفر جمعیت کشور 82 میلیونی صدقه بگیر دولت. سازمان برنامه و بودجه که از فردا شب شروع کنه به پرداخت این وجهی که باید به مردم داده بشه، یعنی از فردا شب آغاز کنه حدود 20 میلیون جمعیت، یک سوم این جمعیت 60 میلیون رو پرداخت بکنه به خانوارها. در نوبت بعدی تا پایان هفته 20 میلیون دیگر رو پرداخت بکنه و اوائل هفته آینده 20 میلیون سوم. 60 میلیون که ما اعلام کردیم تا اوائل هفته آینده به همه اونها پرداخت خواهد شد. این بچه اگر بعد از پرداخت مردم در هفته آینده افرادی بودند که خودشون رو نیازمند میدانند و در این لیست نبودن و بهشون پرداخت نشده، هر کس نیازمند بود اشکال نداره که این 18 میلیون خانوار بعد بشه 19 میلیون، بشه 20 میلیون، مشکلی ما نداریم. هر کس که نیازمند بود و احساس کرد به او پرداخت نشده و در لیست نامش نبوده، حتما اعتراض کنه به وزارت رفاه ما. وزارت رفاه به مردم بگه به کجا باید اعتراض کنن، چگونه باید اعتراض کنن. هر کس نیازمند بود باز همین پرداخت رو انجام بدیم. بعد از 40 سال حکومت، نمیدونم آدم اسمش چی بذاره، شرم که واژه، نمیدونم چی بگه آدم بعد از 40 سال این نتیجه شه. بعدم میگه مشکلی نداریم برای پرداخت یارانه به هر کسی، هر چقدرم زیاد بشه این جمعیت میدیم، مشکلی نداریم. به دو دلیل این حرفو میزنه. یکی اینکه براش مهم نیست که بعدش عملی بشه یا نشه، مثل همه وعده هایی که تو این 6 سال گذشته داده. دوم اینکه پشتش به گرون کردن 3 برابری بنزین وصله و درآمدی که از این بابت خواهد داشت. نمیره سراغ درآمدهایی که مثلا منظورم درآمدهای ریالی است که هر دولتی از اون طریق باید خودشو تأمین کنه، حداقل برای اجرای تعهدات ریالی خودش. پوراندخت نیرومند، تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی، در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر میگوید اگر دولت بخواهد همچنان یارانه نقدی را به مردم بپردازد، باید پیگیر اصلاح قانون و پیشبینی منابع درآمدی جدید از جمله برگرداندن منابع حاصل از اختلاس‌های 1000 میلیاردی به خزانه کشور، حذف معافیت‌های مالیاتی برخی دستگاه‌ها، پیگیری آزاد شدن منابع توقیف شده کشور در خارج، ساماندهی حساب‌های دستگاه‌ها، بازنگری شرح وظایف دستگاه‌ها و حذف پست‌های سازمانی ناهماهنگ با اقتصاد تاب‌آور، حذف یارانه‌های مدیران و کارکنان دولت و بویژه بهره برداری از مدیران دارای سوابق سالم مدیریتی و توانمند در تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان، که با توجه به شرایط پیچیده حاکم و به ویژه سیاسی شدن نظام اداری کشور، امکان تحقق هر یک بسیار غیر محتمل به نظر میرسد. ببینین اختلاس ها و فلان و پولای خارج شده و حالا اشاره هایی همیشه کردم و شاید برسیم تو این برنامه بکنم، فقط بخش مالیاتش رو فعلا در نظر بگیرین. مالیات از بنیادها اگر گرفته میشد، هیچ نیازی به این گربه رقصونیا نبود. آستان قدس رضوی چقدر درآمد داره؟ بیش از 320 هزار فقط مستأجر داره. ببینین املاکش چقدره، درآمدش چقدر میشه جدا از شرکت ها و مؤسسه ها و هولدینگ هایی که داره، املاکی که این مؤسسه ها روشون بنا شده، سهامی که توی مؤسسه های مختلف داره. درآمد و دارایی قول اقتصادی آستان قدس فقط با ستاد اجرایی فرمان امام قابل قیاس و قابل رقابته. یک قرون مالیات نمیده،
حالا با گول زدن مردم، همین رئیسی میاد میگه مؤسسه های آستان قدس مالیات، بارها شنیدیم تو همین سیمای آقایون اومد گفت همه مؤسسه های آستان قدس مالیات دادن و میدن، دروغ میگه. ببینین متن مصوب مجلسو و کنارش نامه رهبر معظمو. در متن مصوب مجلس آمده است که باید تمام مؤسسه ها و بنگاه های آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام فلان 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 مالیات بدن، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند. برمی‌داره رئیسی نامه می‌نویسه با آقا امام خامنه ای هم برمی‌داره جواب میده که آقای محمدی گلپایگانی مثلا رئیس دفتر آقا جواب رو نوشته تو این قسمت چپ آمده نامه، میگه در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته نظر همان است که قبلا نیز گفته شده. نظر مبارک حضرت امام راحل نیز بر همین نهج بوده که درآمدهای آستان و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیات معاف میباشند، که بعد میگه البته این حکم شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نیست، لکن چون فعالیت اقتصادی باید شفاف و رقابت پذیر باشد توصیه می‌شود که مالیات شرکت‌ها و مؤسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت شود و به صورت جمعی خرجی عیناً به آستان برگشت داده شود. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی شما بیاین ثبت بشه که شما مثلا اینقدر مالیات دادین ولی عیناً به آستان برگشت داده شود. این آقا جان این دستور آقا امام خامنه ایه، مالیاتو فقط از کارگر و کارمند بدبخت جزئی که از حقوقش کم میشه هر ماه باید بگیرین دیگه. وقتی ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر خود خامنه ای اداره میشه هیچ حساب کتابی نداره و فقط حد زده میشه که بیش از 100 میلیارد دلار داراییشه، هیچ کاری ندارم اینجا که ثروت خانواده خامنه ای که هیچ جا ثبت نمیشه چقدر. وقتی امام جمعه ها و نهادهاشون مالیات نمیدن، وقتی نمایندگی های ولی فقیه این همه مرکز تعلیم قرآن و اطرت و ازدواج چند نفره و مراکز فحشای اسلامی به اسم خیریه یاس و ناز و اسمای بی ربط اینجوری رسما از مالیات معافن، وقتی خود نهادهای دولت و وزارتخونه ها مالیات نمیدن، بودجه ریالی هم دیگه نداره دولت، میخواد دولت بهار باشه، میخواد تدبیر و امید باشه، همینه وضع که میره سراغ جیب مردم به اسم کمک به مردم. حسین میرزایی سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه میگوید به کمتر از متوسط هزینه کرده ماهانه خانوار 4 نفره یعنی 7 میلیون و 500 هزار تومان و 5 نفره یعنی 8 میلیون و 500 هزار تومان یارانه تعلق میگیرد. این خط فقر مطلقی است که خود دولت تعریف میکنه. 8 میلیون. حالا میگن از بانک اطلاعاتیشون کسب نتیجه کردن و رسیدن به رقم 18 میلیون خانوار از کل 24 میلیون خانوار کشور، یعنی 3/4 جمعیت کشور زیر خط فقر مطلقن. حالا ببینید خانوارهای یک نفره تا 5 نفره به چه نسبتی یارانه میگیرن. من این رقمایی رو که بله این رقمایی رو که دارین میبینین من تا حدی که میشه گرد میکنم، روند میکنم به اصطلاح شما که یه خود حساب کتابش راحت تر باشه، سریع میگم درکش هم راحت تر باشه. 2 میلیون خانوار یک نفره است که 55 هزار تومان در ماه میگیره. 5 میلیون خانوار دو نفره است 100 هزار تومان میگیره. نزدیک 7 میلیون خانوار سه نفره است که 140 هزار تومان میگیره. 6 میلیون خانوار 4 نفره است که 170 هزار تومان میگیرن و 3 میلیون هم خانوار 5 نفره است که 210 هزار تومان میگیرن. همینو معیار و میانگین بیایم بگیریم برای 18 میلیون خانواری که اعانه یا صدقه یا یارانه یا هر اسمی که روش میذارین میگیریم. اگر 3/4 جمعیت کشور یارانه بگیره و میانگین تعداد اعضای خانوارهای یارانه بگیر بر طبق آمار جمعیتی و بر طبق اعدادی که تو جدول مبلغ یارانه اومده 3.3 باشه، یعنی میانگین خانوار بیش از 3 نفر و کمتر از 4 نفر میشه. به طور متوسط 150 هزار تومان در ماه می شود مبلغ میانگین که میدن به هر خانوار به اسم یارانه. خب جناب آقای روحانی در جلسه هیئت دولت 27 آبان
گفت امسال مصرف بنزین کشور روزانه 97 میلیون لیتر بوده است. تعداد خودروها در ایران چقدره؟ وزیر راه و ترابری، راه و شهرسازی گفت در زمان پیروزی انقلاب 1,200,000 خودرو وجود داشته که الان به 17 میلیون خودرو رسیده و پیش بینی شده در دو دهه آینده تعداد خودروها به 50 میلیون دستگاه برسد. این آمار مال فروردین 94. دو سال بعدش یعنی سال 96 تعداد خودروها شد 20 میلیون. آمار رسمی. آمارهایی که راهنمایی رانندگی درباره خودروهای تولید شده منتشر کرده نشان می‌دهد در کل کشور 20 میلیون خودرو شماره گذاری شده است. خب هر دو سال 3 میلیون به طور متوسط اضافه میشه با احتساب خودروهای از دور خارج شده، یعنی سال 98 باید 23 میلیون خودرو ثبت شده داشته باشیم. اینا 97 میلیون لیتر بنزین مصرف میکنن در روز، یعنی به طور میانگین هر خودرو روزانه تقسیم که بکنیم میشه یه چیزی بیشتر از 4 لیتر بنزین در روز. روز 4 لیتر بنزین آزاد میشه روزی 12,000 تومان، میشه ماهی 360,000 تومان. قبلا میشد ماهی 100,000 تومان. همین اختلاف قبل و بعد از جمعه پیشو در نظر بگیریم که میشه 260,000 تومان در ماه از هر راننده میگیره بابت گرون کردن بنزین. هر خانوار هم میگیریم فقط یه دونه ماشین داره، یعنی از هر خانوار 260,000 تومان بابت گرون کردن بنزین میگیره. 150,000 تومان به اسم یارانه هدفمند بهش میده. خب 150,000 تومانی که میانگین گرفتم و عرض کردم خانواره بین 3 نفره و 4 نفره 150,000. اختلافش میشه چقدر؟ 260,000 تومان و 150,000 تومان 110,000 تومان میمونه. این باقی مونده رو میزنه به زخمی دیگه، حماس و بقیه مزدوراش. یعنی هر خانوار ایرانی فقط بابت گرون شدن بنزین هر ماه 110,000 تومان میده برای خرجای بی حساب کتاب داخلی و خارجی جمهوری اسلامی. این برای حکومت پولی نیست، ولی برای مردمی که برای هر خانواری که همین یارانه 55,000 تومانی کمک زندگیشه پولیه. تو زندگی این مردم به ویژه جوونا و تحصیلکرده‌های مملکت در رابطه با فقط همین بنزین ببینید چه اتفاقی میفته. مرکز آمار جمهوری اسلامی اعلام کرد در سال 98 نزدیک به 44% فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها به جمعیت بیکار کشور اضافه شدند و از کل جمعیت بیکار کشور نزدیک به 25% فارغ التحصیل دانشگاهان، یعنی از هر 4 نفر بیکار 1 نفر فارغ التحصیل دانشگاه هاست. اینا از کجا نون میخورن؟ چجوری باید زندگیشون رو تامین کنن؟ بر اساس تحقیق میدانی از میان ده ها فارغ التحصیل دانشگاه در تهران، مسافرکشی و کار در آژانس نخستین مقصد شغلی فارغ التحصیلان بیکار محسوب می شود و این تازه بهترین بخش است. با 3 برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین، این دکتر مهندس هایی که راننده آژانس شدن یا آزاد تو خیابون مسافرکشی می کنن یا با وانت حمله بار می کنن، خب هزینه کارشون یهو 3 برابر شده و تازه این اول عشق است. هزینه های دیگه که بالاتر بره کی میخواد به کی جواب بده؟ کی میتونه کیو کنترل کنه؟ کی جلو کیو میتونه بگیره تو خیابون؟ ببینین مدیریت مصرف سوخت کشور چقدر بنزین میده به هر مصرف کننده. تاکسی رو در نظر بگیرین، خودروهای نوع داخلی به گفته کارخونه و به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس 10-11 لیتر بنزین در 100 کیلومتر مصرف میکنن. این یه میانگین خیلی خوشبینانه است از مصرف شهری و جاده‌ای، بهش میگن مثلا مصرف ترکیبی. همین 10 لیتر رو ملاک بگیریم، به تاکسی ها چقدر بنزین 1000 تومانی میدن سهمیه‌ای؟ در تهران گفتن 400 لیتر در ماه. یعنی چی؟ یعنی روزی 13 لیتر برای ماشین نو آکبند، 13 لیتر بدون در نظر گرفتن کهنگی و گشاد شدگی پیستون و بدسوزی خیلی از تاکسی ها و ماشین های سواری دیگه. خب با این 13 لیتر میتونه یه تاکسی نو تو تهران 120 کیلومتر بره. طول خیابون ولیعصر چقدره؟ 18 کیلومتر. یعنی چی؟ یعنی یه تاکسی نو 6 دفعه بره بیاد کل سهمیهشو خورده، باید بره لیتری 3000 تومان بزنه. بعد به خودروی آژانس نصف تاکسی تعلق میگیره، 200 لیتر در ماه. بعد کرایه تاکسی و آژانس میتونه نره بالا.
این تازه فقط مربوط به بنزین. رهبر معظم فرمودن صبح یک شنبه که قیمت کالاهای اساسی و هزینه زندگی مردم به دلیل افزایش قیمت بنزین بالا نخواهد رفت. بعضی از مسئولین محترم آمدن گفتن که ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشه. خب بله، این مهمه. بله مهمه. می شود با افزایش قیمت بنزین کالاها گران نشه، هزینه زندگی بالا نره، گوشت و مرغ و نون و لبنیات و هرچی که مردم سال یه بار میخورن، کرایه تاکسی و غیر بالا نره؟ میشه؟ دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس. ملاحظه بفرمایید، افزایش قیمت مثل ظروف مرتبطه است، برای اینکه تمامی کالاها و خدمات به عنوان داده و ستانده با هم دیگه مربوطن. یعنی شما بخواید نون درست کنید، برای تولید نون شما گندم لازم دارید، برای گندم حمل و نقل لازم دارید، سیلو لازم دارید، برق لازم دارید، گاز لازم دارید، آب لازم دارید، مزد لازم دارید. ملزمه برمید 7-8 قلم بسیار جدی در اون قیمت نون سنگک متبردر میشن و اون قیمت تمام شده رو مثلا امروز گفتن 1000 تومان یه نون سنگک، اون رو میپردازیم. این رو وقتی ما بشکنیم به اقلام خودش، میبینیم سهم انرژی در اونجا چقدره، سهم حمل و نقل چقدره، سهم هر کدوم از عوامل چقدره. پس اینا گریزناپذیرن، با تعزیرات هم جلوشو نمیشه گرفت. اینا یه چیزهای فیزیکی و کاملا ملموسن که در رگهای اقتصاد حرکت میکنه. جدا از اینی که به صورت فیزیکی و واقعی در رگهای اقتصاد حرکت میکنه، یه عامل دیگری وجود داره، اون عامل انتظاره. انتظار امر روانی است، ولی از کجا پدید میاد؟ شما وقتی امروز به عنوان یک وارد کننده کالایی رو وارد میکنید، میبینید که فردا بخواید این کالا رو وارد کنید گرونتر خواهد شد، اونو بیشتر بخرید. اگر ببینید فردا ارزونتر خواهد شد، کمتر میخرید، صبر میکنید که ارزونتر بشه. وقتی در یه جامعه ای تورم 43% رقم رسمی از اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران 43% وجود داره، در اینجا تمامی تولید کنندگان انتظار دارن که جنسی که امروز میفروشن فردا نتونن به این قیمت بخرن، میجاش بگذرن، در نتیجه قیمت بالا میبرن. خب شوک وارد آمده به جامعه قاعدتا باید واکنش روانی بلافاصله داشته باشه که با تعزیرات و این چیزا نمیشه جلوش گرفت. بسیار خوب. در حالی که از نظر فیزیک به تعبیر دکتر منصور ممکنه 3-4 ماه طول بکشه تا این افزایش قیمت بنزین در قیمت بقیه کالا هم خودشو نشون بده. مثال عرض کنم خدمتتون، وقتی نونوا مواد اولیه برای 3 ماه پخت داره، مثلا بعد از 3 ماهه که قیمت مواد اولیه‌اش به هیچ دلیل دیگه نه، فقط به دلیل 3 برابر شدن قیمت حمل آردش بگیریم، بعد از 3 ماهه که میره بالا، 3 ماه قبلو داشته. حالا اگر زرنگی نکنن و از پیش بالا نبرن و اینا، همینو در بقیه رشته های وابسته به همین تولید نان در نظر بگیریم، بدیهیست که نون هم گرون میشه. ممکنه البته به طور سراسری و رسمی 3-4 ماهی طول بکشه، این زمان میبره، ولی اون یکی جنبه روانیش زمان نمیبره. به محض اینکه اعلام شد اون وارد کار میشه، در نتیجه از 2 سو این قیمت ها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و هیچ گریزی هم نداره. یعنی تمامی کالاها، تمامی خدمات از این مسئله متاثر میشن و تاثیر بسیار سریع هم میگیرن، بلا فاصله قیمت ها بالا میره. از سوی دیگر عنایت بکنید، مسئله ای که امروز مطرح شده و به نظر من دولت و نظام با اشتباه به این بدی برخورد کرده و اونه که مسئله بنزین برای بسیاری از مردم بیکار، این میلیون ها نفر مردم بیکار که مثلا با مسافرکشی زندگی اداره میکنن، روی تمامی اینا اثر میگذاره. یعنی از 2 جهت فیزیکی و روانی قیمت ها بالا میره به دلیل شوک قیمت 3 برابر شده بنزین، و
از دو جهت هم بر کم درآمدهای جامعه اثر میذاره. یک، از جهت گرانتر شدن کالاهای اساسی، و دو، از جهت سه برابر شدن قیمت بنزین و بالا رفتن هزینه و بنابراین کاهش درآمد. درآمد میاد پایین. ولی شما داشته باشید چند رقم دیگری که دولت پیشاپیش یه 3-4 ماه گذشته انجام داده. یعنی همین 2 ماه پیش دولت اعلام کرد که قیمت نان سنگک رو و تمامی نان تاکتون سنگک بربری همه تقریبا همه رو 50% بالا بود. علاوه بر این که قیمت نون رو بالا بود، قیمت خاص خرجی درست کرد. یعنی نونی که با آرد رسمی پخته میشه، آرد 820 تومانی بهش میگن، و نونی که با آرد غیر سهمیه‌ای پخته میشه. اون آرد 820 تومانی رو اتحادیه خبازان ایران اعلام کرد، حدود 60,000 نفر عضو داره. اینا اعلام کردن که این آرد برای خوراک انسان مناسب نیست، نباید نون باش پخت. با وجود این مخلوط میکنن و میپزن. ولی در کنار این نان سهمیه‌ای یک نان آزاد پز هم درست کردن که قیمت اون 50% از این یکی هم گرونتر. همین کار رو در مورد بنزین هم کردن. یعنی بنزین رو 1,000 تومان رو کردن 1,000 و 1,500 تومان سهمیه گذاشتن که ماهانه 60 لیتر برای فلان فلان خود رو بدید. بالاتر از اون مقدار رو باید با قیمت آزاد خرید که آزادش هم 3,000 تومانه. این دو اقدام. اقدام دیگرش عرض کنم تعدیل ساختاری در بودجه بود که دولت انجام داد. یعنی تحول بسیار جدی در اونجا رقم بودجه رهیدی حدود هزینه های بودجه رو دولت که باید خرج کنیم 72,000 میلیارد تومان کم کرد. اولین قربانی این کاهش خواهد شد هزینه های عمرانی. یعنی فردای اقتصاد ایران پیشخور میشه، اونجا سرمایه گذاری نمیشه. بله، از بودجه وقتی میخوان بزنن از بودجه عمرانی میزنن. افزایش سال به سال بودجه آموزش و پرورش رو لغو میکنن، ضروری است لغو میکنن، ولی به ردیفایی که خرج خرافات و حجره ها و حوزه های علمیه شونه، خرج عتباتشونه، به اونا میپردازن و اونا رو امکان نداره دست بزنن. عوامل دیگری هم از دولت لایحه دیگری رو تضمین کرده، پیشنویس قانون اساس پیشنویس قانون تعدیل مالیات های مستقیم، و در اونجا هم که در 119 ماده اعلام کرده هدفش این است که بین 20 تا 30 هزار میلیارد تومان درآمد جدید ایجاد کنه. من به عنوان آدمی که منتظر بودم ببینم اینا وقتی دست به اصلاح قانون مالیاتی ببرن کجاها رو دقیق خواهند داد، با کمال حیرت دیدم که در به مواردی که نیازمند اصلاحه اصلا دست نبردن. یعنی پایه مالیات رو گسترش میدن، یعنی شما اگر سود بانکی میگیرید سود بانکی مشمول مالیات میشه، ولی اون 40% تولید ناخالص ملی که مالیات نمیده، گزارش درآمد نمیکنه، یعنی ستاد اجرای فرمان امام، یعنی آستان بوسرزوی که با میلیاردها درآمد، میلیاردها دلار مالیاتی نمیپردازن، اصلا به اینا دوباره برخورد نشده. اون وقت حمله خودش رو متوجه کرده این بار به فقیرترین اقشار مردم بیان که حتی اطلاع بکنه. بله، 522 میلیارد تومان در بودجه سال 98 به عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی داده شده. 522 میلیارد تومان این ردیف کمک بودجه سالانه، یعنی کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، رسما هیچ حساب کتابی نداره. اینا کیا هستن که 522 میلیارد تومان میگیرن از طریق نمیدونم این وزارتخونه و اون شورای نگهبان و فلان؟ اینا کیان؟ برای نمونه چند تا رو خدمتتون عرض میکنم. پژوهشکده تاریخ اسلام حجت الاسلام هادی خامنه ای، داداش اصلاح طلب رهبر معظم،
بنیاد حکمت صدرا حجت الاسلام محمد خامنه ای داداش تندرو به رهبر معظم، مؤسسه اسرا زیر نظر آیت الله جوادی آملی مرجع تقلید عده‌ای از شیعیان، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی، حجت الاسلام قرائتی، این قرائتی که به اسم ریاست ستاد سواد آموزی فقط نون لوسبازیاشو خورده تو سیمای آقایون، تو عمرش تا حالا یک قرون مالیات داده به حکومت اسلامی، یه بار زیاد حرف میزنه، یه بار بیاد اینو بگه یک قرون تا حالا مالیات داده. بعدی مؤسسه پرتو ثقلین آیت الله مدرسی یزدی عضو شورای نگهبان، ایشون دو دور از برگزیده رهبران در کسوت فقیه شورای نگهبان، هیئت رزمندگان اسلام مال مدهاست، منصور عرضی، سعید حدادیان، حسین سازور، محمود کریمی، مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی مال نصرالله چمران مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه است، این از صد جا میخوره، از برادریش با نمیدونم مهدی چمران و بعدم این داستانا و اینا، اینا که هیچ که حساب کتابی نداره، یک قرونم بابت این دریافت مالیات کسی نمیده، اینا کسایی هن که بعدن میشن امامزاده و نظرشون میکنین، امامزاده های مردم کلی پول میریزین به جیب حکومت، روزی 200 میلیون تومان. آقا جان با این پول چه میکنه حکومت که بعدن میاد این مصیبت رو بر مردم آوار میکنه، سفره بچه هاشون رو میتکونه، بعدم تو خیابون میکشتشون وقتی مردم اعتراض میکنن. عرض کردم که پرده آخر داریم، بریم پرده آخر. پرسش و پاسخ از کی شروع میشه و این موضوع حضور دو ملک نکیر و منکر و پرسشگر چیه و چجوریه و بعدم یه سوالی هم حالا بچه هم هی میپرسن، میگن که زبون ما چیه، اون به چه زبانی این پرسش و پاسخ اتفاق میفته؟ البته روایت داریم که هستش که افرادی که اهل بهشت هستن، یعنی خداوند میدونه که برنامه‌اش، خب ببینیم دیگه، خدا که میدونه ما بهشتیم یا جهنمیم، چون خداوند سریع الحساب و تهی خط میدونه. اهل بهشت به هر زبانی باشن زبانشون به عربی برمیگرده. بله. به همین خاطر هم تلقینا رو عربی میخونن. بنابر اینه که این اهل بهشت میفهمه. و حتی عرب اگه اهل جهنم باشه زبانش به عجم برمیگرده. بله. حتی توی جهنم هیچ سخن عربی رد و بدل نمیشه. همش عجم زبان غیر عربه و تو بهشت هم کلا عربی حرف میزنن. یعنی اهل بهشت از اینجا به بعد همش عربی حرف میزنن. از اینجا به بعد شب و روزگار خوش.